به نام خدا. سلام، علیرضا نصیری خانقا هستم، مربی درجه سه بازی فکری از انجمن ورزش های فکری فدراسیون همگانی. در ضمن مربی بازی و ورزش کودکانم هستم. حالا میخوام یک سوال رو مطرح کنم که همش پدر مادرها میپرسن: آیا راز شاگرد اولی در بازی فکریه؟ خب میریم به این سوال جواب بدیم. به این بازی فکری رومیزی به عنوان یکی از ابزارهای سرگرم کننده آموزش شناخته میشن. این ابزارها نه تنها برای تفریح، بلکه به عنوان ابزار مؤثر در یادگیری دروس مدرسه نیز مورد توجه قرار میگیرن و ازشون هم استفاده میشه. حالا معلم ها بیشتر سعی میکنن از روش های دیگه استفاده کنن، این سخنرانی استفاده کنن، ولی اگه معلمی از روش بازی فکری استفاده کنه خیلی قدرتمنده. همونطور که آلبرت انیشتین میگه، بازی کردن یکی از بهترین راه ها برای آموزش هستش. ما باید برای آموزشمون از بازی فکری استفاده کنیم. نگاه کنین، اگه یک مطلب آموزشی رو بخوایم به کودک یاد بدیم که 400 بار تکرار لازم داشته باشه، با بازی فکری ما میتونیم اون رو تو 25 تکرار به دانش آموز یادش بدیم. بازی فکری کمک میکنه تا مهارت‌های تفکر منطقی و استراتژیک رو تقویت کنه. این بازی ها به دانش آموزان کمک میکنه تا تصمیمات هوشمندانه تری بگیرن و مهارت‌های حل مسئله رو در محیط‌های واقعی تمرین بکنن. طبق نظریه‌های روانشناسان، بازی ها به رشد ذهنی و اجتماعی کودکان کمک میکنه و باعث افزایش تمرکز و خلاقیت اونها میشه. همچنین بازی های گروهی مهارت های ارتباطی و همکاری رو تو دانش آموزان تقویت میکنه. ببین، اگه بخوایم به این نکته توجه کنیم، این مهارت های اجتماعی ارتباطی یکی از چیزهایی که دانش آموزان باید یاد بگیرن، چون در محیط زرنگ باشن. حالا اگه بخوام یه جنبندی کلی به عنوان مربی بازی ورزش و بازی فکری انجام بدم، باید بگم که بازی های فکری رومیزی میتونه به عنوان یک ابزار آموزشی قدرتمند در کنار سایر روش های یادگیری مورد استفاده قرار بگیره. اونها نه تنها موجب تقویت توانه های شناختی و اجتماعی میشن، بلکه یادگیری رو جذابتر و مؤثرتر میکنن. همونطور که جان دیویسون روانشناس میگه که بازی یکی از بهترین روش ها برای یادگیری هستش که میتونه مسیر آموزش رو لذت بخشتر و پایدارتر بکنه. جان دیویسون روانشناس معروف، یکی میاد در زمینه بازی ها و روانشناسی کودک کار میکنه. حالا قبل از اینکه شما رو خداحافظی کنم، چند خواهش دارم. اول کلیپ رو لایک کنید، دنبال کردن رو بزنید، سابسکرایب رو بزنید تا از کلیپ های بعدی جا نمونید. بعد از اونم یک کلیپی دارم که بعد از این کلیپ براتون پخش میکنم، سخنرانی خودم تو مدرسه پیام قدیر هستش در مورد روش های بازی و یه سری چیزایی که جالبه. 3 دقیقه هم بیشتر نیست، با ما همراه باشی اینو ببینید. احساسش میگه با معدل بالا. این اولین اتفاقی که بهتون میگم. ببین، من 5 جلد کتاب شعر دارم، 6 جلد کتاب دانشگاهی دارم که مقطع فوق لیسانس و دکترا هم تدریس میشه و یک عالمه هم ترجمه تالیف خودم دارم. خدمتتون عرضم که چون خودم هم اختلال یادگیری همین الان تو سن 40 سالگی دارم، هم دیشب، پس بچه های شما رو خیلی بهتر درک میکنم. من با اینکه فوق لیسانس زمین‌شناسی دارم، ولی در زمینه هنر فعالیت خیلی گسترده داشتم. اصلا زمین‌شناسی رو صرفا برای بچه ها بل کردم، یعنی کار معدن رو برای بچه ها بل کردم، تخصصا کودکان. غیر از اینکه کودکان مربی بازی فکری هستم، مربی بازی ورزش کودکان هستم، نه مربی رزمی، خودم رزمی کار میکنم. حالا این هم شش شیده باشیم، گوشو تای چی کار میکنم. خدمتتون عرضم که چیزی که میخوام بهتون بگم اینه که من هنر در خدمت دانش آموزاتون هستم، اما فارغ از قضیه هنر، بعد آقا یک سری اعتقاداتی داره که اتفاقا همونها رو من قبول دارم. این که تو با دانش آموز باید به طور ویژه هم کار کرد. ببین، این به طور ویژه کار کردن مستلزم یک تایمیه که وقتی اضافه است. بس به نظر من یه سری چیزا رو توی دانش آموزاتون نباید نادیده بگیریم. مثلا وزن زیاد. من پدر مادری میشناسم یه بچه بزرگ میشه، خودش بالاخره به این نتیجه سرش به سنگ خور، وزنش کم میشه.
ولی نه، با کبد خراب سیروز میشه میمیره. این واقعیته. دوم، بچه شما یه سری مشکلاتی داره. مثلا پول خرج میکنه. چقدر باید تو سرش بخواب؟ میگه آقا نرو چیز بخواب. خب، در حالی که شیرمو یاد میده بچه هم نرو چیز بخواب. بازی کوبیز مهارت دست بچه تون روش میده. بازی اسپلندر میاد خرید فروش یاد میده. بازی مثلا فرض کنید جامعه اشرافی یاد میده به خرج نباشید ولی در این حال خوشتیپ باشید. شما چقدر مفاهیم بود؟ مثلا پدر مادر میاد به من مراجعه میکنه که آقا بچه همش بازی کامپیوتری میکنه با موبایل. شما یه بار بازی نقش آفرینی باش بازی کردی؟ خیلی بازی مثلا ما میگیم تازه بازی نقش آفرینی میاد مافیا. ولی در حالی که بازی نقش آفرینی مثل افغان داریم که اصلا معمولا شاهنامه است. یه وام داریم به این بازی مافیا به شما یاد میده به بچه میگه باید دروغ بگیم کارتو بکشی بالا. ولی بازی دیوان میگه راستش رو میفته. خب شما یه سری مفاهیم رو به بچه ها میتونید بازی یاد بدید. یه سری مفاهیم رو میتونید با ورزش یاد بدید. الان خیلی خوب شما رو به خدای بزرگ میسپارم. قبل از اینکه برم لایک و کامنت و نمیدونم سابسکرایب ما رو دنبال کنید، حمایت کنید از من دیگه. یه سری بازی های تو کانالم گذاشتم و یه سری بازی ها هم در آینده براتون میذارم که بازی های هدفمند باشه. خدا نگهدار تا دفعه بعد.